که دولت هاست. بسیاری دولت ها شاید دولت های دموکراتیک باشه و این دولت ها هم در ظاهر خواستشان خواست دموکراتیک صلح و امنیت در جهان باشه و در مورد افغانستان هم چنین نیت داشته باشه. اما رسیدیم که نه مردم نه دولت ها، اگر نیروهایی که در بین دولت هاست که امروز زیاد مهار کرده فعالیت ها را، چی فعالیت های اقتصادی را، چی فعالیت های سیاسی را، چی فعالیت های نظامی را در داخل کشور ما، مافیای بین المللی است که در اونجا البته کوشش کرده که سلطه خود را در داخل افغانستان یک بخش از اینا داشته باشه، که در وجود دولت مردای ما هم شده میتونه و در تمامی اقشار جامعه ما ممکن است که نمایندای از اینا را به بسیار وضاحت شما دیده بتوانید. به مون خاطر است که نه تریاق کم میشه، نه قاچاق کم میشه، نه فساد اداری کم میشه و نه قانون شکنی هایی که امروز در داخل کشور است اینا کاهش میابند. این همیشه در ذهن خود داریم وقتی که جهان بگیم فکر نکنیم که امگی سیاه میبینند مسائله، اما در معاونش اگر تفکیک کنیم از هنوز شاید بخشی از این نیروهای سیاهی که جزء مافیای بین‌المللی بتانه که حامیان داشته باشه در داخل افغانستان که همیشه به چالش و بنوبست بکشانه مسئله ثبات هست. ما همیشه میگیم که امنیت میشه که با قوای نظامی آورد، اما ثبات با حاکمیت قانون میتونیم بیاریم، با عدالت میتونیم بیاریم، با پروژه‌های اقتصادی و به اصطلاح مسائل کاریابی و زدودن فقر در داخل کشور با این میتونیم ثبات بیاریم. اما مع الاسف شما میبینید بیشترم یاد شد رفیق زده بیارم یاد کرد در یک دولتی که هنوز قوای استقلالی عزیز نتانند امسان بیندیشند و یا تقابل از اینا تقابل دموکراتیک در چوکات قانون نباشد، این بسیار مشکل است که ما یک کابینه داشته باشیم سال دومش از سرپرست باشد، یک شورای داشته باشیم که یک سال دیر شد در تقابل بین حکومت و بین شورا و آره حتی دی ما بین شورا هم خوش بریم نیروها را، این مسائل است که دامن زدن البته همون حقایق است یا ثبات است در داخل افغانستان، این مردم ما را واقعا خسته است. یک نمونه از دست دنیاست، یک نمونه از دولت مردای افغانستان که در داخل افغانستان امروز مردم به سطوح آمده. مردم شما میبینیم ما هر روزی که میبینیم افغانستان چرا میگیم حادثه آفرین است؟ هر روز حادثه که در افغانستان یا حادثه که ختم میشه گریه از مشکلات حل نمیکنه، گریه بالای مشکلات افزود میشه. همین نمونه بسیار سادهش مسئله تقلبات پارلمانی، شما میبینید هر فیصله که برای یک گره دیگر بالای گره ها، وقتی که در داخل یک کشور مردمش هنوز هم امیدواری به این نداشته باشد که بسیلا در اینجا دولت مردا یا رهبری کشور خوری شیشتن که بخاطر خیر و فلاح از اینا کار میکنن، این را برای از کنم که مشکل است. اما در پاره یدید میرسیم در کاری که امروز و مردم افغانستان تعلق داره و ما جزء مردم افغانستان هستیم، یک خانواده بزرگ ما در فکر دو هستیم که مردم هست در داخل افغانستان و در بینش خانواده ای که ما همه نیروهای نوشن فکر که همه را میشناسیم که با هم همرد بودن با هم بسرا در یک سنگر اینا رد میدن و اینا به خاطر تعالی و بقای کشور خود به خاطر دموکراسی رشد و ترقی و با خاطر عدالت اجتماعی سالها اینا مبارزه کردن و هر کدامشان با تجارب غنی که دارن تحصیل کردن، تجارب دارن، اینا امروز هم بحیث نیروی هستن که میتونن به درد از کشور بخورن، یا در کار هستن به شکل فسیل یا مثلا بیکار هستن یا خارج از کشور هستن یا در این نقطه و آن نقطه جهان تو اینا را در بازی ها گرفتن که مثلا اصلا در فکر وطن کمتر کسایش بتونه برسه. در اینجا به شما ایوان دفعه یاد میکنم از رفقای ما را هنوز هر روز تعدید و کشیدن است، هنوز هر روز اینا را از فامیلشان جدا کردن است، هنوز تابال یکیش پاسپورت نداره و یکیش متهم به مثلا تخطی از حقوق بشر است که اصلا در ایران رفته، یک اتهام است که وجدان اینا را به خود مصروف میسازه که آفرین از ایران که هنوز هم راجی با وطن راجی با مردم خود میاندیشه. این کلش فشارا است، فشارهایی که ناحق است، برحق نیست، کوشش میکنه که ذهنن مصروف بسازه. و در مردم افغانستان همین بخش که یاد میکنیم شاید وسیعاً امروز نیروهای البته در اونجا در حال رشد باشند یا رشد کردند که جوان هستند و نیروهای
فکر است، وطن پرست است که شاید دیروز با ما نبوده، اینا بخشانه رایده. اما در این که در بین خانواده بالای اینا حساب بکنیم، اینا یک نسل با ما هستند. یک نسل دیگان به صدا کسایی که شاید جمع رفیق از شما را بگویم که یک جنریشن است که بعد از ماست. و اقلا عملیات میکنیم همیشه دو جنریشن دیگر انتظار از این را داره که ما برد اونا چی رهنمود داریم؟ از ما چی میراث میماند؟ آیا میراث نفاق میماند؟ آیا میراث کینه و عداوت میماند؟ خصومت و مخالفت میماند؟ اینا را چی دار؟ اونا کل انتظار داره که پیش کسوتان ما کدام مشعل را روشن میکنند که در پرته و دو رای خود بیافید، رای خود در این تاریک را، این تاریک را را دشمن ساخته، این تاریک را را به صلاح نیروهای ساخته که میخواهد از مابین به صلاح در شرایط بیرید او آنقدر خط کنه که خود مایی بگیرد. اینا را کل میفهمید در این تاریک را، چی در این دستین چی در آنجا میفهم که هر روز رفقای ما کاوشگری میکنند، دست به دست هم میتن را را باز میکنند که رای خود را پیدا کنند و بر اولاد خود و بر نسلهای آینده چنین چیز میراث کنند. نگه عرض ما تردید شد، بعض نقاط در اینجا یاد شد که باید برای شما بگویم. ما به همت همه رفقایی که در خانواده وجود داشت گام بسیار درست در زنده را برداشتیم، گام درست در زنده را عرض کردم. ما همیشه یکی از حرفای کل ما همیست که ما مشکل کشور خود در نفاق میدانیم. اگر تانسته باشیم که ما همین ارزش ها را با هم متحد بسازیم، متفق بسازیم، دنیا عاجز است در پیش ما. تکرار از حرفای ما چون همیشه میگم و ضرور است. و نفاق ما از عدم فهم ما نیست، نفاق ما باز میگیم از بصطلاح خودخواهی های ما. کوشش برقدر کوشش کنیم باز خودخواه هستیم. ما همیشه به رفقایی که با هم حرف ما را میشنوند یا با مردم ما صدای ما همیسته که پیران خودخواهی را تا جا نکشیم، ما رای خود را یافته نمیتونیم. پس رئیس یک گنجینه از ارزش که بگم هستیم کل ارزش ها هست، اما خودخواهی ها وجود دارد. بسیار زود از این خودخواهی های ما اونو سیاست مدارای کونکار دیروده که به نام استعمار بود امروز آمده در نفس ما، در اون میوانده که شکست خورد امروز پایگاه داره در علمان، به بسیار سادگی شروع میکنه. من رو بهتر میدانه، آن دیگر رو بسیار کمتر میدانه، یکی رو به یک شکل، یکی رو به یک شکل. هر دره ما را به اصطلاح تعریف از خود میتر، هر کلی کوی ما را میگه شامختر از دیگه هستید و به اصطلاح در دشت و دمن که قرار گرفتیم میگه رایتان گم میکنیم. نمیمانه که در وادی با او پهنای وسیش براییم، هر کس از هر دره ها و شیله ها اینا که میگه به اصطلاح دامن ها و کلای کو خواهد میشه، بگویند که اولاد یک وطن هستیم، به خاطر یک وطن مبارزه میکنیم. اگر دست به دست هم دادید، صد مورد است که مورد سوال قرار میدید. اینا در نفس ما داخلند، اینا در دولت ما داخلند، اینا در تمام اقشار جامعه که براتون میگم داخلند. امروز از مکر خوبتر در قریه میرند، امروز از مکر خوبتر با میر و ملک و ارباب و بستدا مامور و کارگر و افسر اینا در دولت صحبت هست. اینا خوب میتونند هم عرض بدنند، هم تطمیع کنند، هم به اصطلاح آینده را برایشان تضمین کند. او خاطر هر روز بار ما گرانتر میشه، وقتی که بار گرانتر میشه با این خاطر باید از بداریم. اما این خانواده، این نسل را که براتون یاد میکنم و یا این نسل های آینده که در پشت سر داریم، هم فهم و دانش داره، هم امی درایت داره و هم امی احساس وطن پرستی درشان وجود داره. اینا کل سازماندهی کار دارد، اینا سازماندهی تمام کار داره که با وسط نظر چطور شما سازمان میتید و درجه اول به اصطلاح به خاطر اطلاع سعادت مردم افغانستان بلد. اینا یکی از وظایف اولی ماست که حزبی شدیم. از روز اول که نمیفهم مال زمان بسیار زیادتر شده، از 40 سال کار در اینجا تجاوز کرده رفیق پیکاریان اینجا سعی میکنه از ابو بعد به تاسیس شما باید یک عمر شده با پاس رنجای بیکران مردم ستمدیدی افغانستان. این پاس در پیش ما وجود دارد که باید است هر رقم میشه ما باید متحد شیم. این اتحاد سرحد نداره که یک محدوده باشه، خود ساختن مانایی داره خود شناختن هست.
با اصطلاح دری خود شناختن خدا را شناختن. ما در اون سرحد برسیم که خود بسازیم. اگر خانواده خود ساختیم خاطرتان جمع باشه کشور میسازیم. امروز هر کس به طور تراق در افغانستان میگه که افغانستان هنوز منافع ملی تعریف نشده، هنوز ملت نیستیم. ده ها بار گفتیم. ما ملت بودیم وقتی که رفیق میگفتیم و نمیشناختیم که از کجا هستیم. این فرمولش هست. بیاید زیادی فرمول. کس نبوده که جواب دیره بده. همین کسایی که دیروز مخالفین ما بودن. همین کسایی که دیروز علیه ما اتهامات بسته کردن. همین که با دشمنی با ما جواب ندارن. اگر ما یک، دو، ده مورد شاید در جمعی از جوانا و محصلین گفته باشیم، اتون ملت ساختن بشه. شما ملت امی رقم ساخته باشید، شاید یک نمونه بسیار خوبیش در زیر امید تالار است. نه به نام پشتون جمع شده، نه به نام تاجه، نه به نام ازبک، نه به نام بسلا این قوم و قوم ازاره و نه به نام شیعه یا سنی یا دیگر یا هندوی اون سنی. من یک حرف بسیار خوب بده چند روز پیش از کس شدید رو میگو کم در روزا فرصت بشه بسیار بکرم از این مربوطین سابق حضب بود گفت یکی اسلام سرحده نمیشناخ یکی حضب دموکراتیک حق افغانستان بسیار گفت بجه هست اسلام سرحده نمیشناسه که از کدام کشور هستی و کدام کم تعلق داری و با کجا به اصطلاح کدام لسان حرف میده حزب دموکراتیک خلق افغانستان هم تو بود هیچ سرحد نمیشناخ البته با یک پسوند داشت با روحی انترنسیونالیزم که البته موجود بود اینا هم سرحده نمیشد نه به نام قوم، نه به نام مذهب، نه به نام لسان، نه به نام این، نه به نام آن به نام شخصیت، به نام اهلیت، به نام درایت و به نام دیگه یک ارزش معنوی در وجودش خب ارزش های معنوی شما آنقدر بالا که امروز زبانزد جوادی هم هست از یک کراچیوان هم هست، یک مامور هم هست، یک افسر هم هست حد حتا اما اینکه خود بزرگمرد در افغانستان میگیرند زبانزد از اونا هست بسیار زود مقایسه تان میکنه که رئیس جمهور و بسطلاح رهبری بیاد اینا در نهایتش نشان بتین کدام بنگله داشت یا کدام زمینش، کدام تعمیرش، کدام بلندمنزله که امروز هر کس بسطلاحیت میکنه اینا حرفایست که بازم میگم اس خودخواهی ما را دامن نزنه که مغرور شکنی برتر و بالاتر از همه گی هستیم بگذارید همون کسایی که دیروز نمیگفت امروز میگن و بگویم که پاس گفتار دیرا داشته باشیم اقلا همه قدر از شان سپاس گذاری کنیم که حق شما میشناسید که امروز در حق رهبری ما میگه وقتی او را گفتید سرباز و سپاهی دیهت و حقا که چنین اهلیت دارد تثبیت شده چنین ارزش وقتی که شما چنین ارزش دارید سر از اون دیگه نمیپیچون که در افغانستان دنیا چی میکنه چون میدانید آمدون مشکل و پرابلم شما در استراتیجی ها ببینید که اون استراتیجی هایی که خلق میشه تابال شما نشنیدین استراتیجی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تابال نشنیدین که برنامه کاری دولت جمهوری اسلامی افغانستان استراتیجی ایالات متحده امریکا استراتیجی ناتو استراتیجی جامعه اروپا استراتیجی این آن در مورد افغانستان به این خاطر که در یک دولت به برنامه و به قانون که رو بروسیم استراتیجی ها رو دوام میسازن در استراتیجی ها مشخص است نیروها یکی نیروهایی است که واقعا میفهمند وطن پرست است وطن پرست ها باید از بسیار بدرایت جای خود پیدا کنند اینال رسیدیم که وقتی که شما به امر وعدت قسم میدنید هیچ وقت در نزدیک بسیاری رو نبینید ما نامدیم که بگویم در اروپا شما چی مشکل دارید یا بگویم که در افغانستان رفقای حزبی ما چی مشکل دارد پس بیاندیشیم که مشکلات که دنیا آمده برای ما استراتیجی میسازد در استیش یا کوشش میکنه کی را سر چشم خود بشانه و کی را نگذاره که به اصطلاح بالا ببینه اینا را باید ببینید آفرینتان که در اون شرایط شما ششتین حتی حرفتان را به گوش از یا میرسانید و حقتان از اینا میگیرید ما در اون مرحله هستیم برای کل رفقای ما میگیرید یکی صدای مردم است. شاید گپ ما با گپ مردم هم یکی باشه حق خود از اینا باید بگیریم اینا را حق ندیم که در مسائل داخلی ما دست بزنن چی وقت میتونیم در مسائل داخلی ما کس دست نمیزنن
آیا به خانه که در رای باز داره؟ یا آیا به خانه که در بینش نفاق است؟ آیا در خانه که هیچ حرف نمیتونیم به کرسی بشانیم؟ یا در یک خانه که هر حرف میتونیم به کرسی بشانیم؟ در و در